سلام دوستان عزیز فردین نوری هستم یک از مشاورین در امور مهاجرین و پناهندگان در آلمان امروز خواستم به تعدادی از سوالات شما ایزان در رابطه با دوبلین با ویزه کشورهای عضو مقررات دوبلین در آلمان و تاریخ شروع و ختم مدت دوبلین در آلمان پاسخ ارائه کنم خب دوستان عزیز حال میپردازیم به سوالات شما ایزان سوال اول، دوم، سوم و چهارم با هم بسیار مشابه بودند. بنا خواستم این چهار سوال را یک جا پاسخ دهم. که در سوال اول دوست اولی ما پرسیدند که اگر با ویزه شنگن به آلمان بیایند امکان دارد اینجا یعنی در آلمان درخواست بنایندگی بدهد؟ در سوال دوم دوست بعدی ما پرسیدند که اگر با ویزای توریستی توسط قطار به آلمان برویم و درخواست پناهندگی دهیم آیا اثر انگشت ما می براید؟ در سوال سوم دوست دیگر ما که ویزای تایپ سی یونان اثر انگشت داره آیا؟ و اگر از این راه بیایم دوبلین است یا خیر؟ و یا با ویزای فرانسه بیایم بهتره؟ من و مادرم میخوام بیایم خودم پسرم 20 سال ما و در سوال چهارم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدن که ما به ویزای پولند آمده ام آلمان. پناهندگی دادیم شست ندارم آیا دوبلین میشوم و چهار انگشت مرا در میدان هوایی گرفته است به نظرم شست امنیتی بود ولی آلمان خبر دارد که با ویزه آمدیم در پاسخ به سوالات شما سان باید گفت که اگر شما ویزه یکی از کشورهای عضو مقررات دوبلین را داشته باشید که این کشورها شامل 27 کشور اتحادیه اروپا و کشورهای وابسته به آنها هر یک سوئیس، آیسلند، لیختنشتین و ناروی می باشند و با این ویزه به آلمان آمده و در اینجا درخواست پناهندگی بدهید در این قسمت این مهم باشد که آیا در وقت به دست آوردن ویزه نشان انگشت شما گرفته شده است و یا بیومتریک شده اید و یا خیر و آیا آلمان در رابطه به ویزه آن کشور عضو مقررات دوبلین نتان آگاهی دارد و یا خیر در این حالات متاسفانه شما تحت مقررات دوبلین قرار می گیرید و متاسفانه به احتمال قوی به همان کشور فرستاده می شود. یعنی در صورتی که بعد از پیدا شدن نشان انگشتان وکیل بگیرید و در محکمه اعتراض کنید بعد از تصمیم محکمه اکثرا جواب رد گرفته و به همان کشور فرستاده می شود. این مهم نیست که شما از طریق قطار بالمان آلمان میآیید از طریق موتر یا ماشین و یا هم طیاره و یا هواپیما در قسمت ویزا و یا نشان انگشت یونان باید گفت که در آن قسمت افراد در آلمان اندک چانس بهتری دارند. البته بعد از این که تحت مقررات دوبلین قرار می گیرند و وکیل گرفته و در محکمه در مقابل آن اعتراض می کنند ممکن از محکمه جواب مثبت بگیرند. اگر نشان انگشت شخص به خاطر موضوع امنیتی گرفته شده باشد و در ویزا متریک و یا هم در بانک اطلاعات اروپا یعنی آی قتک داتن بانک ثبت نشده باشد و آلمان هم کدام مدرکی در رابطه به این شخص نداشته باشد که با ویزه کدام کشور دیگر عضو مقررات دوبلین داخل اوزای کشورهای عضو مقررات دوبلین شده است و این شخص در آلمان درخواست پناهندگی بدهد آلمان مسئولیت پرونده پناهندگیش را به عهده میگیرد در سوال پنجم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که برای کسانی که شامل دابلین باشند و مرحله اقامتشان در های داهم باشد و از اداره بنف پست دریافت کردند که باید دوباره به کشور اول که شست دارند انتقال داده شوند در این مرحله چیکار کار باید کرد؟ میشه به زحمت معلومات بتین؟ تشکر در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که بعد از دریافت این پست باید به زودترین فرصت برای خود وکیل بگیرند و در رابطه به هر نامه از اداره مهاجرت و پرندگی آلمان یعنی اداره بنف یا اداره ادبای خارجی یعنی اوسلین بی هردهشان زودترین فرصت به وکیلشان اطلاع دهند و مطابق به هدایات وکیلشان عمل کنند. در سوال ششم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که تاریخ شروع دوبلینی از چی وقت است؟ از وقتی که پست می آید یا از وقتی که وارد آلمان می شید؟ مثلا من تقریبا شش ماه پیش وارد آلمان شدم. انترویو دادم، با هایم ترانسفر شدم بعد سه ماه دوبلینی هم آمد حالا دوبلینی من از چی وقت شروع شده؟ از روز که پست آمد یا از روز که وارد آلمان شدم؟ در پاسو به سوال شما دوست سریز باید گفت که این تاریخ بعد از آمدن پست و اطلاعیه برای شما در مورد آن شروع می شود. نه از زمان آمدن شما به آلمان. در سوال هفتم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که من یک سال است در آلمان هستم. یک ماه بعد انترویو اصلی من است. من در یکی از کشورهای اروپایی شست دارم و این مطلب را برایشان در انترویو اولی گفته بودم. حالا ماه بعدی انترویو اصلی من است. سوال من از شما این است که آیا بعد از یک سال می توانند ما را تحت پروسه دوبلین قرار دهند؟ نگفتن نماند فامیلی هستیم. از هر کس پرسان کنم میگوید که بعد از سپری شدن شش ماه دیگر تحت پروسه دوبلین قرار نمی گیرین. اگر وقت داشته باشید درباره کمی روشنی بندازید. ممنون می شوم. پیش از پیش تشکر از شما نوت تا حالا هیچ گونه نامه در مورد دوبلین بودن ما دریافت نکردیم و در نامه که ما را به انترویو اصلی خواسته در مورد دوبلین ذکر نکردم. در پاسخ به سوال شما دوست باید گفت که چنانچه در جواب سوال قبلی به دوست دیگر ما در مورد توضیح دادم تاریخ شروع زمان دولونگ بعد از به دست آوردن نامه دوبلینتان شروع می شود. ولی این که شما در انترویو اولتان در مورد نشان انگشتان برایشان گفته اید و تا کنون شما تحت مقررات دوبلین قرار نگرفته اید نشانه خوبی می باشد. ولی باز هم تا هنوز نمی توان در مورد چیز دقیقی گفت. به امید این که آلمان مسئولیت پرونده پناهندگی تان را گرفته و یک قبولی خوب به دست بیاورید. در سوال هشتم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدن که آیا می شود بگوید که پروسه دوبلین الا چند ماه ادامه دارد؟ من شنیدم که بعد از 18 ماه پروسه دوبلین از بین می رود. منظور این است که بعد 18 ماه کشوری که برایش درخواست پناهندگی داده بودند بدون اینکه فامیل تحت پروسه دوبلین قرار بدهد مجبور است که به درخواست پناهندگی فامیل خود آن کشور بپردازد به نظر شما به کشوری که درخواست پناهندگی داده شده قانونا تا چند ماه میتواند فامیل را که شست دیگر کشور داشته باشد ارسال کنند در پاسخ به سوال شما دو باید گفت که در صورتی که محل بود و باش شخص به اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان معلوم باشد بعد از بدست آوردن نامه دوبلینیش مدت دوبلینش 6 ماه می باشد و در صورتی که زندانی باشد دوازده ماه و در صورتی که فراری باشد و یا خود را پنهان کرده باشد این مدت به 18 ماه تمدید می شود. این شکل در صورتی که این شخص در مقابل تصمیم اداره بنف در محکمه اعتراض کند بعد از جواب منفی محکمه این 6 ماه دوازده ماه و یا هم ۸ ماه از سر آغاز می گردد. در سوال نهم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدن که من اول دوبلین بودم وقتی که اوسپایس را تمدید کرد شش ماه دولدون کرد دولدون چی مانا میته؟ در سوال جواب بتین خیلی خوش میشم خانواده هستیم در پناه الله باشد در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که دولدون یعنی اینکه شما در حالت تحمل در آلمان به سر میبرید و بنابر دلایل خاصی تا هنوز فرستادنتان به کشور دیگر امکان پذیر نمی باشد. من در رابطه با دولدونگ و انواع دولدونگ در همین کانال یوتیوبم یک ویدیو دیگر معلوماتی نشر کرده که من لینک این ویدیو را در پایین همین این ویدیو در بخش توضیحات برای برایتان می گذارم. شما می توانید با فشار دادن روی این لینک این ویدیو را تماشا کنید. در سوال دهم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که اگر فرد دوبلین شده باشد و در طی شش ماه فرد در منزلش که دولت برایش داده باشد ولی پلیس به خاطر اخراجش نیاید آیا آلمان مسئول رسیدگی به پروندهاش می شود و یا خیر قابل ذکر است که این فرد بعد از دریافت نامه دوبلینی و دادگاه اعتراض نکرده و وکیل هم نگرفته ولی از تاریخی که دولت اولی به آلمان جواب داده شش ماه گذشته است در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که بله چنین است در این حالت آلمان مسئول بررسی پرونده پناهندگیاش می شود سوال یازدهم و دوازدهم با هم بسیار مشابه بودند بناهن خواستم این دو سوال را یک جا پاسخ که در سوال یازدهم دوست اولی ما پرسیدند که من دوبلین بلغار داشتم و اکنون دوبلین من ختم شده است و یک سال و سه ماه می شود که دوبلین ختم شده است مگر اکنون جواب انترویو من نیامده میشه معلومات بدهید؟ تشکر و در سوال دوازدهم هم دوست بعدی ما پرسیدن که من آیدی و پاسپورت یونان را داشتم دبلین شدم و گفت وکیل بگی وکیل هم گرفتم و وکیل گفت که شست یونانت بخشیده شده و من را دوباره به یونان بر اما از آن زمان تا حالا 8 ماه گذشته ولی تا هنوز برای من قبولی ندادند دلیلش چیست و در کل یک سال و دو ماه می شود که در آلمان هستم در پاسخ به سوالات شما عزیزان باید گفت که اگر از اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان یعنی از اداره بمف برای خودتان یا وکیلتان نامه آمده است که این اداره مسئولیت بررسی درخواست پناهندگیتان را به عهده گرفته همین مهم می باشد در غیر هان در این اواخر بعض اوقات بررسی درخواست پناهندگی یک شخص مدت زیادی را در اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان در بر میره. باز هم اگر شما خواسته باشید یا از طریق وکیلتان یا از طریق یک دفتر مشور دیهی برای پناهجویان و یا هم خودتان شخصا می توانید از اداره بمف و یا اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان در مورد بپرسید که به چی دلیل بررسی درخواست پناهندگیتان اینقدر زمان را در بر گرفته است و از آنها تقاضا کنید که به درخواست پناهندگیتان زودتر پاسخ بدهند در سوال 13 هم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که من در کلیسا هستم و دوبلین تمام شده و دیروز قبولی من هم آمد قبولی ممنوع خروج یک سالم سوال من این بود من 20 سال عمر دارم و میخواهم بروم مکتب. آیا جاب سنتر خیر از 563 یورو کدام پول اضافی برای متعلمین پرداخت میکند یا نه؟ فقط امین پول است. در پاسخ به سوال شما دوست سایز باید گفت که نه خیر. پول اضافی نه فقط بعضی کمک های برای کتاب و قلم و کتابچه و غیره مکتب و بعضی سفرها و برنامه های فرهنگی که از طرف مکتبتان برگزار می شود پول آنها را می پردازد. ولی برای آنها باید شما بعد از شمولیتتان در مکتب به طور جداگانه در جاب سنتر درخواست بدهید در سوال چهاردهم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که من دوبلین فنلند دارم یک بار هم پس فرستاده شدم اگر شش ماه سیا زندگی کنم اوکی میشه در پاسخ به سوال شما دوست باید گفت که نخیر، خیر متاسفانه نمیشود بکنون شما اجازه دوباره آمدن به آلمان را تا یک مدتی که برای شما از طرف ادارات مربوطه آلمان مشخص شده است ندارید. اگر بیایید زندانی می شود. بعد از ختم این مدت زمانی که شما به آلمان بیایید و درخواست پناهندگی بدهید و باز هم تحت مقررات دوبلین قرار بگیرید در صورت که حداقل 18 ماه در آلمان سیاه زندگی کنید امکان این وجود دارد که آلمان مسئولیت پرونده پناهندگیتان را به عهده بگیرد و در سوال 15 هم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که من عرفان هستم 21 سال ما دوبلین فنلند دارم و در آلمان هستم یک بار پس فرستاده شدم مجددا آمدم خانوادم آلمانند می توانم اگر خودم را معرفی کنم ه ماه سیا زندگی کنم می توانم بمانم آلمان؟ در پاسخ به سوال شما دوست باید گفت که در صورتی که زندانی و جریمه نشوید و در خواست پرندگی داده و دوباره تحت مقررات دوبلین قرار بگیرید و بعد از آن 18 ماه سیا زندگی کنید بله امکانان وجود دارد بله دوستان گرامی سپاس از این که تا اکنون مرا همراهی کردید برای دانستن همچون موضوعات جالب دیگر در رابطه به مهاجرت و پناهندگی در آلمان حقوق و وجایب مهاجرین و پناهندگان در آلمان و فراگیری زبان آلمانی و غیره می توانید این کانال هاگاهی خودتان را سبسکرایب و دنبال کنید و اگر سوال و یا نظری در مورد موضوع امروزی داشته باشید می توانید آن را در پایین همین ویدیو با من شریک سازید وقت خوشی داشته باشید